عرض ادب و احترام دارم خدمت شما هموطنان بسیار نازنینم. سعید سکویی هستم در تلویزیون جهانی آریامهر که از شهر لس آنجلس کالیفرنیای جنوبی ایالات متحده آمریکا به منازل شما میام. امروز دوشنبه 17 ماه نوامبر سال 2008 میلادی است. سعید سکویی هستم در برنامه نسیم آزادی. بذارتون عرض کنم که از کجا شروع کنیم؟ یه مقدارم اکو داریم توی اتاق تو استودیو که رفتش. زرتون عرض کنم که دیروز یک بعد از 16 روز یک فاندریزینگ کردیم. امروز یه مقداری به این فاندریزینگ ادامه میدیم و ساعتی رو با شما خواهم بود. یک سوالی رو میخوام از شما هموطنانم بکنم و اون اینه که یک چارجویی بکنیم. شماها هم در این چارجویی با من همراه باشید. بعد از اینکه خطا رو باز کردم میتونید بیایید و با هم صحبت کنیم. حقیقتاً در مقابل حکومت اسلامی، مزدورانش، جیرخارانش، رسانه‌دارهاش، برنامه‌سازهاش، اسپانسرهاش، آگهی دهندگانش، میلیون‌ها دلار پول خونی که از طریق فرش در خارج از کشور فروش میره و پخش میشه برای ماندگاری حکومت اسلامی، برنامه‌هایی که در تلویزیون‌های مختلف فقط و فقط هدفشون ورق زدن تاریخ دروغی نیست که اهداف رژیم رو پیش ببره، چگونه میتوان یک رسانه ملی مردمی و متعهد بود و در جهت سرنگونی و براندازی نظام اشغالگر، جنایتکار، خونخوار اسلامی مقاومت کرد و در جهت رسیدن به اون امید، به اون آرزو و یا هدف که نامش براندازی و سرنگونی این رژیمه، با این همه مزدور و خائن و رادیو تلویزیون ها و رسانه های دیداری، نوشتاری، شنیداری که در خدمت رژیم اسلامی هستند مقاوم بود، ایستادگی کرد و اهداف رو پیش برد. شما به من بگید چگونه؟ تلویزیون های دبی، تلویزیون های دار و دنبکی، تلویزیون های مستقیم وابسته به رژیم که سریال هاش رو پخش میکنه، مسابقات فوتبالش رو پخش میکنه، به اونها اجازه میده برج هایی رو که بچه آخونده و آقازاده ها در دبی ساختن رو براشون بفروشن، خون ملت ایران رو در شیشه کرده و اونها دارن راست راست میخورن و راه میرن و به طریقی از طریق به انحصار در آوردن به اصطلاح هنرمندان ما که من اونها رو مطرب های ایرانی می نامم، اونهایی که در خدمت رژیم هستند یا افسار مافیای رژیمی رو به گردنشون انداختند، دارن کارشون رو میکنن. یکی از بزرگترین اهدافشون اینه که سریال هایی رو که حکومت اسلامی زیر تیغ سانسور اونها رو میسازه برای مغزشویی کردن خانواده ها در برون مرز، خانواده های ایرانی، هر کدوم از این سریال ها رو با دقت نگاه کنید تمام کارهای اطلاعاتی رژیم رو، مخشویی هاشو در این سریال ها میبینید و عده بسیاری رو بیمار و تب زده و اسیر خودشون کردن رو دارن پخش میکنن. املاک حکومت اسلامی رو در دبی دارن میفروشن، نقش پا اندازی فروش دختران ما رو در حاشیه خلیج فارس دارن، از طریق مطرب هاشون که افسار به گردنشون انداختن، کنسرت هاشون، مسائل لاس وگاسیشون و مسائل کنترل جوان های ما توسط همین فرهنگ مبتذلی که با شعر و ترانه و آهنگ و اینگونه مسائل به راه انداختن در طول 20 سال گذشته، یک
کنترلی روی قشت جوان ما گذاشتن، اینها رو از این کنسرت به اون کنسرت، از اینجا به اونجا، و با 7-8 تا تلویزیون هاشون دارن کنترل میکنن. از اون طرف بنگاه‌های مذهبیشون دارن کار کنترل یک گروه دیگه ای رو دارن، سریال های تلویزیونیشون یک سری کنترل های دیگه ای رو دارن میکنن. و بعد میریم طرف 2-3 تا تلویزیون سیاسی که خودتون بهتر از من میدونید دارن چه میکنن. آخرین تیر ترکششون هم اینه که به هر نحوی شده، چون این تلویزیون از روزی که اومده و داره روزی 10-12-15 ساعت صحبت‌ها، تصویرها و تاریخ خاندان پهلوی رو به درون ایران میفرسته، آخرین زهری که اینها میخوان بریزن پیش کشیدن مسائل 30 سال گذشته و پادشاه فقید ما، آریامهر ما، یک انگ، یک وصله ای رو بهش چسبوندن با نام یک سرهنگی که ما در طول این 30 ساله نمیدونیم این کی بوده، کجا بوده، چه جوری بوده. عین همون کتاب هایی که تو وزارت ارشاد راجع به علم و این و اون و اقبال و اینا می نویسن و در خارج از کشور می فروشن، یک توطئه دیگه اونور در راهه. و از طرف دیگه می بینیم که چگونه این تلویزیون های به اصطلاح اپوزیسیون سیاسی در عرض 7-8 روز 300 400 500 هزار دلار پول می گیرن. در این اقتصاد خراب کجاست، کیست در کانادا، در تورنتو، این منوبر مثلا 2 تا چک 50,000 دلاری بفرستن، اینا کی هستن، اینا اسمشون چیه، رسمشون چیه، رو چه حساب این پول ها رو میفرستن. خوب میدونیم در کانادا چه کسانی دستشون به چک بوکشون میره، چه کسانی میتونن 50,000 دلار پول بدن. سلجوقی ها هستن، این هستن، اون هستن، کیا هستن، وابستگانه به رژیم هستن، اینها چه جوری هستن. و به طور کلی این مدار بسته مافیایی خودشون رو چه تلویزیون، رسانه های اینترتینمنتیشون، چه رسانه های سیاسیشون، چه رسانه های خونساشون دارن انجام میدن. خب یک رسانه ای که از هر طرف فشار روشه، از هر طرف مورد تحریم مافیای حکومت اسلامی، رسانه های گوناگونش، بنگاه های مذهبیش و همه جور روش فشار هست، چگونه میتونه در مقابل این اژدهای خوناشام مافیایی رژیم مقاومت کنه؟ آیا غیر از اینه که مردم باید اگر واقعا تغییری میخوان، چنجی میخوان، واقعا میخوان ببینن که در صحنه هستن نیستن و یا به همون وضع باید رضایت بدن و با اون موج که 30 سال رفتن باز ادامه گره حرکت در اون موج باشند، مسئله رو ادامه بدن. شما این تلویزیون ها رو نگاه کنید، آیا اون حالت روباه صفتی روباهان رو نمی بینید؟ آیا حقیقتا بوگند گنداب حکومت اسلامی رو درش نمی بینید؟ آیا تلویزیون هایی که شما دقیقا میبینید چه مهره هایی درش نشستن، 95% این مهره ها در روی کار آوردن این رژیم، فکرشون، تفکرشون، اندیشهشون دست داشته، تمامشون دشمنان پادشاهی و شخص آریامهر بزرگ بودند، حالا مثلا در یک همچین تلویزیون هایی به یک باری یک برنامه ساز شروع کنه بره 30 سال پیش چه شد، شاه کجا رفت، چرا مثلا به شاه گفتن در مراکش بیا آقا بزنیم و بگیریم و شلوخ کنیم و نگر داریم و حکومت گفت نه من نمیخوام خون بریزه با این گونه مسائل، و رفته رفته بیان و این فکر رو جا بندازن که این پادشاه بود که کشور رو گذاشت و رفت و هزار حق بازی و کلکی که حالا در این سریال یواش یواش بهش میرسیم. چگونه باید مقاومت کرد؟ میبینید چگونه اعضای مافیا کاتشون رو میگیرن، درصدشون رو میگیرن، بالا سر وای میسن، حتی تو خودشون به همدیگه کلک زده نشه، بازی ها رو انجام میدن، هر کدوم به نسبت اندازشون یک قسمتی از این کیک رو میگیرن و بعد هم باید وایسن و انجام وظیفه‌شون رو بکنن. حواستون از چی بهتون میگن؟